گلنوش خالقی موسیقیدان ایرانی و فرزند روح الله خالقی دیروز در سن 80 سالگی در واشنگتن درگذشت. اون نخستین زن ایرانی بود که در رشته رهبری کر تحصیل کرد و در دهه 50 خورشیدی رهبر کر رادیو تلویزیون ملی ایران بود. خانم خالقی مدت کوتاهی بعد از انقلاب ایران به آمریکا کوچ کرد و در این کشور با بنیانگذاری و رهبری ارکستر روح الله خالقی برای اشاعه موسیقی ایرانی کوشش کرد. پژمان اکبرزاده نگاهی کرده به فعالیت هنری او. سال 1353 خورشیدی آغاز فعالیت‌های حرفه‌ای گلنوش خالقی بود. به ایران دعوت شد تا کر رادیو تلویزیون ملی معروف به گروه هم‌آوازان را پایه‌گذاری کند. برنامه‌های گوناگونی توسط این گروه اجرا شد که بیشتر متمرکز به آثار کلاسیک غربی بود. رادیو تلویزیون در اون موقع یک ارکستر مجلسی داشت که چند سال بود که از تأسیسش می‌گذشت و خیلی هم موفق بود. و اینها برای اینکه ارکستر مجلسی بتونه فعالیت‌های بیشتری داشته باشه، تصمیم گرفتن که بهتره یه گروه کرم داشته باشن که در همون حد حرفه‌ای تربیت بشه که بتونه با ارکستر همکاری کنه. و به همین دلیل وقتی من پیشنهاد کردم گروه هم‌آوازان ایجاد بشه، خیلی استقبال کردن. من البته پیشنهاد کردم که یک مدرسه کرمایی درست کنیم و خیلی همکاری کردن و ما مدرسه هم‌آوازان رو به وجود آوردیم و گروه هم‌آوازان از توی اون مدرسه در حقیقت بیرون اومد. فعالیت‌های گروه روز به روز گسترده تر شد، ولی پیروزی انقلاب اسلامی موجب فروپاشی آن شد. آخرین اثر گروه ضبط مخفیانه سرود آزادی ساخته گلنوش خالقی با شعری از فریدون مشیری بود. یه روز که داشتم میرفتم تلویزیون، یکی از این صدابردارا که رئیس صدابرداری تلویزیون بود به من گفت که شنیدم یه سرود خیلی قشنگی ساختی. از قرار معلوم بچه‌های کور باهاش صحبت کرده بودن، گفته بودن یه گلنوش همچین کاری کردی و به من گفت که نمیخوای اینو ضبط کنی. گفتم از خدا می که همچین چیزی رو ضبط کنم، ولی نمیدونم اجازه میدن. گفت نه الان اجازه نمیدن تو اینو ضبط کنی، ولی ما یواشکی این کار خواهیم کرد. شهاب بود، به من گفت که من یه استودیو در اختیارتون میذارم، اگه پاسدارا بفهمن ما این کار داریم میکنیم یا قطع میکنن. نمیذارم، دو دفعه بیشتر نمیتونیم بذاریم، همین دو دفعه اول که میزنین باید خوب از آب در بیاد و همین بشه. و همینطور هم شد. بچه کور کلپته تمرین کرده بودن با ارکستانی که دو دفعه ما زدیم، تمرین کردیم و اینو ضبط کردیم. گلنوش خالقی کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب به آمریکا کوچ کرد. پس از چند سال فعالیت‌های پراکنده، در سال 1364 ارکستر روح الله خالقی را در واشنگتن تشکیل داد و به اجرای تنظیم‌های نو از آثار استادان موسیقی ایرانی پرداخت. فعالیت‌های ارکستر پس از چند سال به دلیل مشکلات مالی متوقف شد و خالقی در سال 1369 به بهانه 25مین سالگرد درگذشت پدرش به ایران سفر کرد تا کنسرت‌هایی را رهبری کند. مقام‌های وقت اما به او به دلیل زن بودن اجازه رهبری ارکستر روی صحنه را ندادند. باجی که من حاضر بودم مقنعه سرم کنم، روپوش بپوشم و حجاب اسلامی هم داشته باشم هنگام اجرا، ولی به من باز هم اجازه ندادن. بعد دیگه خیلی خواستن محبت کنن، گفتن خیلی خوب میتونی شما کنسرت بدین برای خانوما. من گفتم من هرگز این کارو نمی کنم که بیام برای خانوما برای یه عده خاص برنامه اجرا کنم. اگه من کنسرت میدم باید همه آزاد باشه که بتونن بیان گوش کنن، چرا برای خانوما؟ گلنوش خالقی در سالهای بعد برای حفظ آثار پدرش مرکز هنری روح الله خالقی را در آمریکا تشکیل داد که موجب نشر چندین مجموعه از آثار خالقی در ایران و آمریکا شد. بسیاری از آثار خود او اما هنوز منتشر نشده.